آموزش می‌دهند. 15 نفر از مجاهدین خلق در روستای انبکیه در نزدیکی اشرف در درگیری با روستاییان به قتل رسیدند. مطبوعات رژیم: بمب‌گذاری مجاهدین در قطار لوکزامبورگ. تلویزیون‌های رژیم: آمریکا و اسرائیل اطلاعات اتمی خود را برای انتشار به منافقین می‌دهند. در مقابل این ترفند سخیف آخوندها باید گفت دست مریزاد به چنین کسانی که در این حال که در لیست آمریکا هستند، اما اطلاعات اتمی آمریکا و اسرائیل بدون اینکه از طریق آنها منتشر شود ارزش استفاده و استناد ندارد. خبرگزاری حکومتی مهر: علی شمخانی وزیر دفاع سابق گفت در عملیات فروغ جاوید مجاهدین خلق تعداد زیادی اسلحه از ایرانی ها گرفتند. آمریکایی ها ببینند آیا این اسلحه ها مربوط به آن عملیات نیست؟ سلاح های ایرانی که ژنرال پتریوس میگوید توسط ایران به عراق آورده شده از سوی مجاهدین خلق وارد و سپس در اختیار نیروهای آمریکایی قرار گرفته است. روزنامه اعتماد: ارتش سلطنتی انگلستان مستقر در مرز شلمچه تعدادی از عناصر گروهک تروریستی منافقین را به عضویت خود درآورده است. روزنامه جوان: آموزش منافقین توسط نظامیان انگلیسی در اردن. روزنامه ایران: فرار منافقین به اسرائیل. خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا: منافقین به کلیسای مسیحیان عراق حمله کردند. فرمانده نیروهای المقاویر عراق میگوید سران منافقین 11 عضو جوان خود را به دستور مسعود رجوی کشته و پس از در معرض انفجار قرار دادن اجسادشان آنها را به عنوان قربانیان انفجارهای تروریستی در عراق دفن کردند. سفارت آمریکا در بغداد به پلیس عراق گفته است در امور داخلی منافقین دخالت نمی کند، اما گروهک منافقین با تشکیل دادگاه‌های نظامی و صحرایی افرادی را که بازگشت به ایران را خواست دارند قلع و قمع می کند. خبرگزاری فارس: 6 عنصر مسلح و تروریست منافقین همراه با 1 گروه شبه نظامی القاعده در عراق و در جنوب غرب بغداد دستگیر شدند. تلویزیون رژیم: منابع خبری عراق از همکاری و دخالت گروهک تروریستی منافقین با عناصر سیا در یورش به هتل پالاس و دستگیری 1 عضو هیئت بازرگانی ایران در شهر سلیمانی عراق خبر دادند. تلویزیون رژیم: منابع آگاه از قتل عام 24 نفر از توبه کنندگان منافقین خبر دادند. روزنامه رسالت: 1 منبع مطلع عراقی به نقش منافقین در عملیات تروریستی نیمه شعبان در کربلا اشاره کرد و گفت این گروهک تروریستی قصد داشت تا با استفاده از هواپیماهای کوچک مرقد مطهر حضرت امام حسین علیه السلام و حضرت عباس علیه السلام را مورد حمله قرار دهد. قرار بود نیروهای مخالف دولت عراق در استان الانبار هواپیماهای سبک را به پرواز درآورده و منافقین در این طرف دریاچه رزدازه 20 کیلومتری کربلا آنها را از زمین هدایت کنند تا بارگاه امام حسین علیه السلام و حضرت عباس علیه السلام را از آسمان هدف قرار دهند و بدین ترتیب حرمین شریف را به آتش بکشند. تلویزیون رژیم: آمریکایی ها برای سوء استفاده و بهره برداری علیه ایران در افکار عمومی مردم عراق با پوشیدن لباس‌های رسمی نیروهای نظامی کشورمان علیه مردم عراق جنایت می‌کنند و منافقین هم به آنها کمک می‌کنند. روزنامه قدس:
عناصر گروهک تروریستی با ایجاد مراکزی تحت پوشش مؤسسات خیریه در استانهای کربلا و کرکوک تلاش می کنند با شناسایی اتباع و زائران ایرانی با آنها ارتباط برقرار کرده و برای اشغالگران آمریکایی جاسوسی کنند. روزنامه قدس. فاضل شویلی مشاور وزیر امنیت ملی عراق گفت جدیدترین سندی که در اختیار دولت عراق قرار گرفته نشان می‌دهد عربستان هر ماه به سازمان مجاهدین خلق که در فهرست سازمان‌های تروریستی سازمان ملل و جهان قرار دارد مبلغ 30 میلیون دلار کمک مالی می‌کند. روزنامه رسالت. اسناد جدیدی از دخالت سران منافقین در اعدام 237 اسیر ایرانی منتشر شد. تلویزیون رژیم. کمتر از 3 ماه قبل از فاجعه نیمه شعبان در کربلا، دوربین‌های مداربسته حرم امام حسین علیه السلام یک زن و همراهش را که در حال جمع‌آوری اطلاعات از ورودی‌های حرم حضرت عباس و امام حسین بودند گرفتند. بعد از دستگیری این دو نفر معلوم شد که در لباس زنانه مشغول جمع‌آوری اطلاعات بودند. آنها از طرف منافقین برای شناسایی نقاط کور نفوذ به داخل حرم و انجام عملیات تروریستی آمده بودند. دستگیری 6 عضو گروهک تروریستی منافقین چند هفته قبل از فاجعه تروریستی کربلا هم حاکی از این بود که منافقین برای انجام یک عملیات خرابکارانه در حرم سالار شهیدان در حال تدارک هستند. و این هم چند نمونه از سایت های اطلاعات آخوندی که 5 سال پس از سقوط دولت قبلی عراق در مورد منابع مالی و نحوه تأمین